با درود خدمت دوستان و همراهان گرامی، یه دلیل شارژی بوش داریم با باتری نیکل کادمیوم و خروجی 12 ولت. توی این ویدیو ما می‌خوایم باتری رو تبدیلش کنیم به باتری لیتیوم. برای این کار ما نیاز داریم به 3 تا سلول 3.7 ولت باتری لیتیوم. ما توی این دستگاه به جای 3 تا سلول میتونیم از 4 تا سلول هم استفاده کنیم. خب در این صورت ما ولتاژ خروجی ما به جای 12 ولت توی این باتری حدود 16 ولت در حالت فول شارژ خواهد بود. خب مسلما این ولتاژ اضافی توی قدرت این دستگاه تاثیر خواهد گذاشت و باعث خواهد شد قدرت دستگاه بره بالا، ولی از طرفی در مدت زمانی که این موتور قرار کار کنه مسلما توی عمر موتور تاثیر خواهد گذاشت و باعث شد موتور عمرش بیاد پایین. حدود 1.5 سال پیش دقیقاً یک همچین دستگاهی برای من اومد، یکی از دوستانم برام آورد و گفتش که باتری رو برام عوض کن. من همون موقع بهشون پیشنهاد دادم که بیام باتریشو براش لیتیومی کنیم. این کار انجام دادیم، ولی من خودم تصورم این بود که همون موقع این دستگاه، مخصوصا فقط این دستگاه رو دارم عرض می‌کنم، توانایی اینو داره که من یه دونه دیگه باتری بهش اضافه کنم و ولتاژش رو حدود 4 ولت بالا ببرم. و این کار کردم و خود اون دوستم اومد دستگاه رو تست کردیم، قدرتش به نسبت قبلی خیلی خوب شده و قبول کرد. و البته من همون موقع بهش گفتم ببین احتمال داره این دستگاه برای 2 تا 6 ماه کار کنه، چون ولتاژ بیشتر از ولتاژ نامی موتور داره وارد موتور میشه. ایشون هم قبول کردن، ولی الان حدود 1.5 سال هست داره دستگاه کار میکنه و دقیقا بعد از 1.5 سال یک دستگاه دیگه مشابه همون برای من فرستادن، برای همکارانشون هستش و تاکید هم کردن که بیام اینو با به صورت 4 سلولی براشون پک کنم و لیتیومیش کنم. حالا ما میخواییم توی این ویدیو اینو به صورت 4 سلولی پک کنیم، ولی یه پیشنهاد دارم. ببینید اگر شما حتی 1% هم شک داری برای شما مشکل ساز خواهد بود، این کارو نکن. همون 12 ولت رو پک کن. 12 ولت لیتیوم این با 12 ولت نیکل کادمیوم هیچ فرقی نداره، همون خروجی رو خواهد داشت. من این کارو با مسئولیت خودم دارم انجام میدم برای مشتریام. هر اتفاقی بیفته بنده جوابگو هستم، ولی شما اگر شک داری این کارو نکن. حتی یه باتری ماکیتا هم دارم 12 ولت، اونم دقیقاً میخوام همین کارو انجام. خب بریم با هم روی میز کار و شروع کنیم به پک کردن این باتری. بریم شروع کنیم به پک کردن باتری. ما 4 تا پیچ داریم اینجا. اولین 4 تا پیچ رو بازش کنیم و یکی از پیچ ها اینجا پلمب داره، باید پلمب اینو در بیاریم بعد پیچ رو باز کنیم. حالا میایم قسمت روی باتری رو در میاریم. ما اینجا میخواییم اینو 4 سلول پکش کنیم، نیاز داریم به 4 تا سلول. خب ما اول گفتیم قسمت مثبت های اینا رو میاریم عایق کاری میکنیم. توی ویدئوهای قبلی بهش اشاره کردیم، گفتیم عایقمون رو به 2 روش میتونیم انجام بدیم. هم میتونیم به کمک چسب نسوز انجام بدیم به این صورت، و هم میتونیم یه سری عایق های آماده است به این شکل. بیایم با اینا به این صورت اینا عایق کاری کنیم. هر کدومو بخواید میتونید انجام بدید. خب من مابقیرم از قبل آماده کردم که دیگه وقت ویدیو گرفته نشه، و اینا رو البته من تو ویدیوهای قبلی به صورت کامل اشاره کردم بهش. خب ما الان باید بیایم داخل این چینش اینو انجام بدیم. اگه بخوایم 4 تا باتری به صورت سری با هم پکش کنیم به این شکل باید باشه ساختارش. منفی از اینجا شروع بشه، منفی مثبت، یه اتصال اینجا، اینجا و اینجا. خب با اول باید برد کنترلمون رو نگاه کنیم. اصلا ببینیم اینا 4 تا اینجا جا میشه. خب مسلماً 4 تا رو بخوایم جا بدیم به این شکل میشه، به این صورت. خب ببینیم بردمون اینجا جا میشه. اول باید همه اینا رو حساب کنیم. بله بردمون هم اینجا جا میشه. حالا باید بیایم موقعیت برد رو نگاه کنیم. ببینید ما اینجا یه دونه 0 ولت داریم اینجاست و یه دونه 16 ولت داریم اینجاست. بی یک ما اینه،
B2 ما اینه و B3 ما هم اینه. 4 ولت، 8 ولت، 12 ولت. خب باید حالا چینش باید طوری انجام بدیم که در واقع نزدیکترین حالت رخ بده. ما اگه اینجا رو منفی قرار بدیم، اینجا رو مثبت، این اگه منفی باشه، یعنی باید برگردونیم 0 ولت ما اینجوری قرار میگیره، باید از اینجا به اینجا سیم برسه و از مثبت ما هم که اینه میرسه به اینجا، پس از اینجا هم باید به اینجا سیم کشی کنیم. B1 ما میشه این، اینجا B1 ما اینجاست، از اینجا باید. خب اینجوری مثل که جور در نمیاد، ما جهتش رو عوض کنیم، جای منفی رو برگردونیم، منفی مثبت، منفی و این هم مثبت. 0 ولت ما اینجا میشه و 16 ولت ما اینجا میشه، از اینجا به این پک میخوره، از این به این و از این به این، مثبت این میشه و منفی این میشه. حالا اگه بخوایم اینجا پکش کنیم این 0 ولت، بس از همینجا میتونیم از اینجا بگیریم برای 0 ولت، این میشه B1، از همینجا میتونیم بگیریم برای 4 ولت، این میشه B2، دقیقا از همینجا میتونیم بگیریم برای 8 ولت و این میشه B3. B3 ما اینجا میخوره. خب یه دونه باید اتصال بگیریم بیاد اینجا، یه دونه سیم کشی اینجا داریم و 16 ولت هم که اینجاست، یه دونه، بس دوتا ما در واقع سیم در واقع بلند داریم که بکشیم به این سمت. خب این ایدئال تره، مناسب تره. خب بس ما اول میایم چیکار میکنیم؟ اینا رو با چسب حرارتی میچسبونیم. خب من چسب حرارتی رو بزنم به برق داغ بشه. باتری ها رو تنظیم میکنیم، دقیقا محل هایی که قرار پلیت نصب بشه رو نگاه میکنیم که حتما باید عایق داشته باشه. عایق ها رو اگه نیاز باشه بچرخونیم تا تو محل قرارگیری پلیت قرار بگیرن. بعد میایم اینا رو با چسب حرارتی به این صورت میچسبونیم. خب حالا اینو میاریم بیرون، از قسمت پشتم میایم به این صورت اینو چسب میزنیم. چسب کاری میکنه تموم شد و خوش شد، دوباره اینو باید بذاریم داخل این پوسته باتری ببینیم مشکلی داره یا نه. خب نداره. اینجا ببینید ما بهتره قبل از اینکه پلیت گذاری کنیم بیایم علامت بذاریم. این مثبت ماست، اینم منفی ماست، می نویسیم. از اینجا میاد اینجا به این صورت، پس اول اتصال ما این نقطه هست، یه علامت میزنیم به این صورت. دومین اتصال ما این نقطه هست، اینم علامت میزنیم و سومین اتصال ما این نقطه است. اینا رو به خاطر این میگم که ممکنه باتری رو بیاریم بیرون علامت ها رو برعکس بزنیم، به فرض اینجوری بزنیم. برای پلیت زدن گفتیم پلیت ها رو به این شکل برش میدیم، لبه هاش اوری پاش یک طرف رو به این صورت، این پلیت هایی که به این صورت متری هست برش میزنیم و میاییم لبه هاش به این شکل در میاریم و این قسمت هم یه دونه وارنش میزنیم به این صورت. اینو خم میکنیم، میاییم از اولین اتصالی که داریم به این شکل هستش، اینجاست، به این صورت میذاریم اینجا. توجه کنید این خمه را توی ویدیوی قبلی گفتم، به خاطر این انجام میدیم که موقعی که میخواییم اینو جوش بزنیم فشار که میاریم قشنگ روی این بچسب درز ایجاد نشه. خب حالا این قسمتی هم که حالت اوریب بود این سمت مثبت قرار میگیره، دستگاه جوشمون رو اون درجه مورد نظرمون تنظیم میکنیم، بعد میریم سراغ جوش زدن. پلیت ها رو تنظیم میکنیم، خب
این اولین اتصال ما بود. دومین اتصال ما اینجا هست و سومیش هم اینجاست. این دوتا رو هم جوش بزنم دیگه، وقت ویدیو رو زیاد نگیرم چون قبلا اینا رو انجام دادیم. این دوتا رو هم جوش بزنم برم برای ادامه. پلیت ها رو جوش زدیم، هر سه تا رو. الان باید ما بیایم پلیت های مثبت، منفی و پلیت های B1 B2 B3 رو بزنیم. خب مثبت که اینجا میزنیم، منفی رو اینجا میزنیم، نیاز دوتا پلیت قوی بزنیم، ولی برای B1 B2 B3 گفتیم نیازی نیست پلیت قوی بزنیم، پلیت معمولی هم میتونیم بزنیم، نازکتر هم باشه. خب از منفی حرکت میکنیم میایم به سمت مثبت. اولین نقطه اتصال ما میشه B1، فرقی نمیکنه، هم اینجا میتونیم بزنیم هم اینجا میتونیم بزنیم. گفتیم بهتر روی منفی بزنیم، اگر دیدیم شرایط ما طوری است که رو منفی نمیتونیم بزنیم، رو مثبت میخوایم بزنیم، بهتر اون مسیری که پلیت میخواد عبور کنه چسب حرارتی یا عایق کاری کنیم. خب از اینجا دوباره میایم اینجا، دومین نقطه ما میشه این نقطه، این میشه B2 ما، پس این میشه B1، این میشه 2. اینجا میتونیم بزنیم، اینجا میتونیم بزنیم، بهتر گفتیم روی پلیت های منفی بزنیم. باز اگه منفی را نداد میتونیم با رعایت عایق توی این قسمت روی مثبت بزنیم. حرکت میکنیم به سمت مثبت. سومین نقطه اتصال ما میشه B3. باز میتونیم روی هر کدوم از اینا بزنیم. با توجه به اون ساختار برد ما تصمیم میگیریم که اینا رو کجا بزنیم و پلیت مثبت پلیت منفی هم اینجا. حالا بردمون رو میذاریم اینجا، به این صورت بررسی میکنیم. 0 ولت هست، از همینجا یه پلیت میگیریم، همینجا لحیم میکنیم، این 0 ولت ما میشه. این 4.2 ولت B1، پس از اینجا میتونیم بگیریم، از اینجا بخوایم بگیریم باید سیم کشی کنیم، بهتره از اینجا به صورت مورب بگیریم. پس اینم میشه B1 ما، مورب میگیریم اوری به این سمت، و B2 ما میشه 8 ولت توی این بورد با ولتاژ مشخص کرده. باز اینجا نمیتونیم روی منفی بزنیم، میتونیم بزنیم ولی خب طول سیمی که طی میکنه بیشتر میشه، بهتر یه پلیت روی مثبت بزنیم. اینجا هم یه مقدار چسب عایق میزنیم و اینو میاریم میخوابونیم روی حالت روی 28 ولت یا B2. و B3 ما این نقطه میشه، روی برد ما اینجا هست. خب اینجا دیگه لازمه بعد اینکه پلیت زدیم سیم کشی کنیم بیاریم وصل کنیم. میمونه مثبت ما، مثبت ما کجاست؟ میشه 16.8 ولت. از همینجا میایم سیم کشی میکنیم به این سمت و تقریبا کار آره دیگه برد تمام میشه. بعد میریم برای ادامه. من پلیت های اینا برش بزنم و بیایم شروع کنیم برای پلیت زدن اینا. خب از بی منفی شروع میکنیم. این پلیت وقتی بذاریم ببینید یه مقدار باید پلیت رو کجش کنیم تا دقیقا بشینه روی این موقعیت منفی. به این صورت پلیت جا میذاریم و برد رو بر میداریم، شروع میکنیم به جوش زدن. خب میریم سراغ B1 هم اینجا قرار داشت به این صورت. باز اینم باید مورب بشه یه مقداری به این شکل. خب اینو بر میداریم برد و میایم اینم جوش میزنیم، بغلشو گرفت جای خالیشو اینجا توجه کنید، چون من اینجا دارم جوش میزنم حواسم به گوشیم هست، ببین جای خالی رو بگیره اینجوری ذوب میکنه. حالا اینجا مشکلی نداره، این چون در واقع جریان زیادی از اینا عبور نمیکنه. اینجا رو باید این قسمت یه مقدار عایق بزنیم، مسیری که پلیت رد میشه یه مقدار عایق بزنیم به این صورت. خب به این صورت خم میشه اینجا، لحیم میشه. خب B2 ما اینجاست، باید بیاد 8 ولت. یه پلیت دیگه بیارم واسه این به این صورت، دقیقا به این شکل که موقعی که اینو خم میکنیم به خوابه روی اون قسمت. خب برد و در بیارم، باز اینجا میفته روی مثبت، البته چاره دیگه اینجا نداریم.
کافی. یه جوش باز اینجا رو باید وایر کاری کنید. و بیسه، خب بیسه هم که میفته اینجا، یا از اینجا میتونیم بگیریم، بهتر از منفی بگیریم، اینجا که دیگه باید سیم کشی انجام بدیم، یه دونه از منفی میگیریم میاریم اینجوری خم میکنیم به این سمت. اینم از بیسه یه پلیت بیارم به این صورت. خب بیه مثبت هم که باز میاد اینجا، یه پلیت هم اینو به این شکل میاریم اینجا و اینا میکشیم با سیم اینور. اینجا دیگه باید پلیت قوی تر استفاده کنیم. خب لبه اینو من چون مثبت میشینه یه مقدار به این صورت برش بزنم. آیق هم که زدیم، و این قسمت. خب زیر اینو باید یه چسب دو طرفه بزنیم. ببینید دو مدل چسب دو طرفه داریم، این خیلی عالیه. اینم بدک نیست، ضعیفه یه مقدار. شما اگه چسب دو طرفه نداشتید میتونید از ترمز فرش هم استفاده کنید. به این صورت ابعاد برد و کادرم نیست. یه مقدار دیگه بیشتر برش میزنم. ترمزای فرش هم من تست کردم خیلی جالبه. البته زیر اینم باید یه دونه بچسبونم، اونو در آخرین کار انجام میدم. 0 ولت اشتباه نچسبونیم که 0 ولت این وقت قرار میگیره. ببینید این کار رو باید ما اینجا بچسبونیم تا گیر نکنه، ببینیم راحت بیاد بیرون و بره این تو. خب اوکی، الان باید بیایم این قسمت ها رو با هم لحیم کنیم. خب یارم من نزدم به بر، اینم داغش کنم، اینم داغ بشه، بریم برای لحیم کاری اینا. خب این پلیت هایی که قرار مستقیم لحیم بشه بهتر این رو یه وارنیش بندازیم به این صورت. بعد بیایم اینا رو لحیم کنیم. ببین برای لحیم کردن من خودم این کارو میکنم، میام یه مقدار روغن لحیم برمیدارم میذارم قسمت زیر پلیت، اینجوری راحت تر لحیم میشه. میام اینو به این صورت لحیم میکنم، بعد میام به این شکل که اینو خوابوندم اینجا یه مقدارم روغن لحیم میزنم قسمت روی این. خب من اینو یه مقدار زومش کنم بهتر دیده بشه. بعد میام هویه رو از این قسمت، حالا من ببینم اینو نگه میدارم. فقط توجه داشته باشیم، سعی کنیم هویه رو از سمت بیرون بیاریم، چون این برده کوچیکه، هویه بخوره به برد ممکنه قطعات سیمین رو آسیب بزنه. خب ما بقیه هم من به دقیقا به همین شکل این پلیت هایی که به صورت مستقیم وصل میشه رو لحیم بزنم و میمونه این دوتا سیما. فقط توجه کنیم که مثبت ما باید آخر سر وصل کنیم. خب دوستان همه آیقا را زدیم، پلیت ها را هم سر جاشون زدیم و دوتا پلیتی هم که مونده بود مربوط به بیسه آوردیم اینجا به این صورت اینجا لحیم کردیم و آیقش هم زدیم و این هم پلیت مثبت بود
که هم عایق کاری کردیم و به این شکل آوردیم اینجا سر جاش لحیم کردیم. حالا باید اینا بذاریم اینجا و یه سوکت شارژ هم داریم اینجا، باید سوراخ کنیم و سوکت شارژمون رو بزنیم اینجا. و اینکه این قسمت باتری رو که اینجا می‌خورده رو اینم درآوردیم، مثبت با رنگ زرد یا نارنجی و منفی هم با رنگ آبی، میتونید مشکی هم بزنید. اینم باید اینجا قرار بدیم، به این صورت فشار میدیم میره بالا. و ما میتونیم اینجا رو هم چسب پر کنیم، ولی من ترجیح میدم اینجا چسب نزنم، به خاطر اینکه این یه موقعی اگه خواستیم دوباره اینو بازش کنیم اون کندن چسب اونجا مشکل خواهد بود. یه همچین لوله سبزی یا لوله سفید میارم، اندازه این برش میزنم به این شکل. به این صورت و چسبه رو میزنم اینجا که یه موقعی خواستیم دوباره اینا بازش کنیم راحت تر بتونم بازش کنم. یه مقدار دیگه فکر کنم این میخواد. خوبه اینا چسب کاری کنم، محکم کنم و بریم سوکت شارژم بزنیم که تقریبا دیگه کارمون بره رو به اتمام. خب سوکت شارژم اینجا باید بزنیم، من فکر کنم بهتر اینجا همینجاست. به این صورت اینجا رو سوراخ میکنیم و میزنیم اینجا. خب به این صورت مهرش هم میبندیم اینجا. خب سیماش هم لحیم کنم. خب دوستان قبل از اینکه بخوایم این سیما رو لحیم کنیم باید مثبت منفی اینو مشخص کنیم. مولتی مترمون رو ما میذاریم رو حالت تست بوغ، میایم یکی از پراپا رو وصل میکنیم به یکی از پایه ها، از این سمت شروع میکنیم. ببینید همونطور که میدونیم سوکت وسط باید چی باشه؟ مثبت باشه، همیشه اکثرا مثبته. خب الان میبینیم این سوکت وسط به اینجا راه داره. دوباره بقیه رو تست میکنیم. خب اتصالی نداره، اینو داریم تست میکنیم که اتصالی نداشته باشه، چون بعضی موقع ممکنه این پلاتینه کج بشه به چسب به اون سوکت وسط. خب بس این میشه مثبت، میایم این یکی رو تست میکنیم. اینم باید منفی، باید به قسمت داخل کانکت باشه، به این، به این، اینی که این داخل هست، نمیدونم از این لبه به این پلاتینی که این لبه هست، به این پوسته بدنه نه. خب اینم منفی شد و اینم که احتمالاً باید بدنه باشه. بعضی موقع این دوتا با هم وصله. آره اینجا هم وصله مثل اینجا. خب پس این میشه مثبت، این میشه منفی. مثبت رو به این وصل میکنیم که میشه این، و اینم منفی میشه که این پلاتین. خب سیما اینم لحیم کنیم، سعی کنیم مثبت رو رنگ زرد یا قرمز بزنیم، منفی هم حالا مشکی یا آبی میتونیم استفاده کنیم، رنگای دیگه هم میتونیم مثلا قرمز یا زرد نباشه. خب دوستان پایه های اینم لحیم کردیم، عایق کاری هم کردیم، مثبت ما به رنگ زرد شد و منفی ما هم به رنگ آبی، پایه اضافی هم بریدیم و حالا باید اینو بیاریم اینجا به این صورت محکمش کنیم. ولی خب لازم قبلش این باتری رو ما یه چسب دو طرفه بزنیم و دیگه اونجا ثابت بشه. یه دونه از این چسبای دو طرفه نرم برش دادم و به این صورت میاریم اینو میچسبونیم اینجا و میریم سراغ قسمت بعدی. اینجا باید حواسمون باشه دیگه، این برد ما برق داره که یه موقع اتصالی نکنه. اینم یه مهره داره، مهرش هم میبندیم. خب مهره رو که صفر کردیم مثبت رو اینجا و منفی رو تو این قسمت لحیم میکنیم و بعدش هم باید بریم سراغ این قسمت. اینم باید دوباره مثبت رو
بیاریم اینجا رو مثبت لعیم کنیم و منفی رو هم روی منفی. خب دوستان سوکت های مثبت منفی رو هم برای سوکت شارژ وصل کردیم اینجا و هم سوکتی که از باتری می اومد رو وصل کردیم به قسمت مثبت منفی برد. حالا این قسمت ها رو باید عایق کاری کنیم، ولی قبلش یه مقدار اینو چون لعیم کاری کردیم روی برد چربی هست، اینا رو یه مقدار با این اسپری ناهید یا اسپری خشک تمیز میکنیم اون چربی ها رو از بین ببره. بعد یه باد بگیرم این خشکه و شروع کنیم به عایق کاری و بستن باتری. دو تا فنر رو جا بزنیم از کات فقط خارج نشم. خب این چهار تا پیچ رو ببندم بریم برای تستش. خب چهار تا پیچش رو بستیم بریم برای تست. باتری کامل شارژ نشده، برای شارژ هم میتونیم از شارژر لیتیومی استفاده کنیم. سوکت شارژش هم اینجاست، بزنیم به شارژ و رنگش داره قرمز شد، یعنی داره شارژ میکنه.